خوابید. زردک کجاست؟ نمیدونم، گفت کار داره رفت. معلومه، نموند و رفت. غریبه آورد و رفت. چه کاری داره که از این بچه مهمتره آخه؟ ها؟ همینطوری یهو گذشته رفت. ای جدید، گم شیم بریم. اما دادش گم شو، گفتم گم شو، برو گم شیم. این ها کمه، باز نمیتونی جمع کنی؟ داداش پول بده بازم بگیری. چه پولی؟ آروم باش بابا، ما چه حرفی زدیم ها؟ شما به من زمان میدی، منم به شما. الو، آها وقت تمومه، جمع کن جمع کن جمع کن. آفرین، بجام 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 بجام. چه یواش بابا یواش، چه خبر اول صبح داد میزنی؟ اینجا چه خبره؟ چی قایم کردی؟ برو کنار. هی داداش تو اول صدا تو بیار پایین. گفتم برو کنار. الو خیلی خوب، بسه باره بیرون. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت. یه نگاه به خودت بنداز، چه فرقی با عرفان داری؟ به خاطر اون آمده میشم دیگه. این همه سلاح جمع کردی و چپ و راست تو از آدمه، چه فرقی باش داری؟ من چیکار میکنم؟ بچه ها رو اذیت میکنم؟ حق اون بچه های معصوم رو میگیرم، آره چیکار میکنم؟ ولش میکنی میری؟ واسه اینکه سلاح جمع کنی بچه رو اونجا ول میکنی میری؟ آه قراره از بچه ها حرف بزنیم. خوبه، تو ما رو ول نکردی رفیق، نرفتی؟ کافیه، اینقدر اینو به روم نیار، کافیه. تو میدونی بهتر از هر کسی هم میدونی چرا رفتیم. ما نتونستیم بریم، نتونستیم بریم، تو این گهتونی موندیم. اما تو چی؟ رفتی، وکیل شدی، آدم شدی، پولدار شدی. اما ما چی؟ ما حیف شدیم بسر، ما حیف شدیم. آره حالا میتونی هرچی که میخوای به هم بگی، میتونی بگی خیلی متاسفی داشتم، میتونی بگی منم زندگیم نابود شد. تو رفتی پسر، سعید رئیس شد و عرفانم پول دار شد. ما چی ها؟ ما هیچ گویی نشدیم شریف، هیچ چی، زندگیمون عروم شد، هممون به فنا رفتیم شریف، به فنا پسر. کاش زندگی منم به فنا میرفت، اما میتونستم پیشتون بمونم. چه خبره؟ کل محله را گذاشتین رو سرتون. چیزی نیست بابا، همه چی حل شد. باشه؟ لطفاً دعوا نکنید. یه چیزه، چیزی که شما رو به جون هم میندازه و از هم جدا میکنه، یه چیزه. بریم خونه، قریب بیدار میشه. آبجی آهو، داداش اجویت، اون داداش مهربون اجازه داد، گفت با وسایلم بازی کن. آهو، چون از همه بزرگترم به هم میگن برادر. اینو کی نوشته؟ شریف. بدمت به آبجی آهو. آبجی آهو.
آبجی آهو. همه چی با یه خطای کوچیک شروع میشه. یه خطای کوچیک برای از بین رفتن زندگی کافیه. هر چی که میدونی و دوست داری تمومش با یه خطای کوچیک از بین میره. جبیت شما کجایین؟ داداش جبیت غریبی الدوران تویی؟ بیا بریم. یه خطای کوچیک هیچ عاقبتی نداره، چون که بعضی از خطاها کوچیک هم که باشن بخشیده نمیشن. تمام مدت اینجا میچرخ. قری خوابم برده بود، یه خواب عجیب غریب قراقاتی دیدم، پلیس هم توش بودن. چقدر عجیب بود. این بچه کجا رفت؟ تو اتاق خوابیده. تو چی؟ غریب کجاست؟ تو اتاق دیگه. نه اونجا نیست. غریب؟ این بچه کجاست؟ نیست، هیچ جا نیست. غریب، غریب. الان نه سعید، الان نه. بله باشه. چی شده؟ پلیس غریب رو گرفته. آخرین فرصت. هنوز فرصت آخری داری بچه؟ بیا تو. کمیسر اجویت آران هم زنگ زده بود. بیا. خبر دارم. اسم بچه چی بود؟ غریب. غریب. خوب نیست. مواد داشت و حرفم نمیزنه. چطور؟ الان چی میشه؟ توی بازداشتگاهه. معلومه چی میشه. بازم میره زندان. یه لحظه. پس نمیخواین تحقیق کنین؟ ببین دادستان تو این مسائل خیلی قاطعه. اگه صبح آزاد بشی و شب با مواد دستگیر شی مستقیم میری دادگاه. از اونجا هم کمیسر میشه یه خواهشی بکنم؟ یه لطف. پلیس چطوری پیداش کردن؟ اومدن خونه؟ خب اگه می اومدن که ایبو میفهمید. حتما بیرون گرفتنش. آره چرا آخه؟ مگه بیرون رفتن بچه جرمه؟ بلال
من خودم اون مواد رو گرفتم و به پلیس دادم. آره همش رو دادم. چیزی داشت ما ندیدی؟ بلال آروم میشی؟ آره حتما بازم مواد داشت ما ندیدیم. اون بچه بوده نفهمیده جایش مخفی کرده بود که ما ندیدیم. بلال تو رو خدا آروم باش. بچه رو گرفتن آه بچه رو گرفتن نمیفهم. نگرفتن هنوز تموم نشده صبر کن. تو دعا کن بچه چیزی ازت به پلیس نگه. از تو اجوید دعا کن. فقط یه دقیقه. غریب آزادش میکنم. نگام نمی کنی؟ گفتی تموم شده اما زندانیم کردن. اینجا نمیمونی آزادت میکنم. اسم بده. اسم سعیدو بگو. اسم عرفانو بگو. اون وقت تو رو میگیرم. وقت تمومه. باشو بلنشو میگن. بلنشو برو. چند حد نمیذارم غری. کاش تو نمی اومدی. نه میخوام وقتی اون بچه اومد بیرون ببینمش. تو هم داری دعا میکنی اسم تو نگه. بگه بابا. بگه و راحتمون کنه. والا وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم اما کاریم نمیشه کرد. اگه بخوایم میتونم شاهد بشم. توی زندانم همینطور بود؟ بله بچه شری بود. از اینکه بعد از آزادی خلاف کرد تعجب نکردم. حرفشم میزد. چی میگفت؟ میگفت شما فکر بکنین منو آدم کردین؟ میبینین وقتی از اینجا آزاد بشم کلی پول دار میشم. اینا رو میگفت. اون خیلی بچه است. و حرفم نزده. نشوندم شلوم و مثل یه آدم بزرگ باش حرف زدم. گفتم پسرم بگو که این موادو بهت داده. جرمت هم کم میشه. شریکشون نشو. آه. وقتی شما اینو گفتین اون چی گفت؟ هیچ حرفی نزد. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. دوست دارم همیشه در امان باشم. چی شد؟ دادستان چی گفت؟ قانع شده. قبول کرده اون بچه باز به خلاف ادامه میده. باید یه مدت حبس بشه. بذار منم حرف. چه حرفی بزنی؟ میگم شاید اسم تو عرفانو بگه یه وقت. هیچ چی نمیگه. چون وکیلمی گفتم شاید بخوای از این موضوع با خبر بشی. حالا برو. تو چی میگی؟ منم میام دادگاه. نه. چی کار میکنی؟ من طرف تو هم سعید. حرفمو زدم پسر. دوست دارم همیشه در امان باشم. اینجا مشکل درست نشه. نمیخوام درگیر یه جنایت دیگه بشم. برو. حداقل این بار باشه. یه بارم شانس به ما لبخند بزنه. یه بارم دعای ما قبول بشه. مگه چیه؟ و
پسرم بگو کی مجبورت کرده؟ فقط یه بار. مظلوم نه، ظالم سرشو پایین بندازه. فقط یه بار کابوس بر نگرده. حکمت کم میشه پسرم، حرف بزن. بدی ها شکست بخورن، غریبا نسوزن، تاریکی عقب نشینی کنه. پسرم حرف نزنی بازم میری زندان، حرف بزن. پسرم چرا حرف نمیزنی؟ ظالما ساکت شن، تموم بشه. یه بارم معصوم شانس داشته باشه، فقط یه بار. حکم اعلام میشه. غریب گلدوران به خاطر جرمی که مرتکب شده بدون در نظر گرفتن جرمای قبلیش 6 ماه حبس میشه. مثل همه چیز فرصت هم از بین میره. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. یکم صبر کن. چرا صبر کنم ها؟ واسه چی؟ آدم گذاشتم جلوی در، اونا رو فرستاده رفتن. بچه‌م که رفته. باز قسم منم نه تقصیر اون. میرم اون بچه رو بیرون میارم. هر چی بشه میرم میارمش. اون بچه دوباره حبس نمیکشه. میارمش بیرون. همونطور که ایبا رو آوردم. اون بچه رو میارمش بیرون. لازم باشه تسلیم میشم. اما اون بچه رو چی برمیگردونم؟ حالا میبینی. الو بی هدف. بله شریف. به بلال بگو با گروه خودش، مافیاش و این چیزا اصلاً هیچ کاری نکنه. اون وقت تو چی کار میکنی؟ منو بی خیال شو، این حرف آخرمه.
به بلالم بگو این حرف آخرمه. زرد حرف بزنیم. چه حرفی میخوای بگی؟ چیه؟ خب باید تنهایی حرف بزنیم، اینجا نمیشه. ایبا! ببخشید زردک، ولی شریف گفت که دیگه باید حرف نمیزنه. ایبا باز کن بیستا، با بازش کن! چیه؟ اگه رای دیگه ای بلدی تو بیا جلوشو بگیر، من نمیتونم. خیلی خواب. چی شو؟ یاد قدیمو کردی؟ نه، یادم نمیاد. اینجا رو ول کن، بچه رو گرفتیم یا نه؟ آره پایینه، به رفقاش سلام میکنه، الان میارنش. خوبه، از یکم نوشیدنی بیار بخوریم رئیس، بعدش از بچه بازجویی میکنیم، ببینیم نفر سوم کیه. بله؟ دارم میام اونجا سعید، من از اون بچه حرف میکشم، شما کاریش نداشته باشین. چی شده؟ چیزی نیست، یه کار دیگه است. نه نمیخواد بیای، الان وقت ندارم. از جلوی در برگرد. بچه رو میارم. بگیر. منو ببین فسقلی، آدمم رفت، هیچی برام مهم نیست، تو رو همین جا میکشم، فهمیدی؟ حرف بزن، چرا سوار اون قطار نشدی؟ کی از اونجا فراریت داد؟ هم؟ بلش کن، من به حرف میرمش. بیا نترس، کاریت ندارم، نترس. منو ببین، ببین منو، میگم کاریت ندارم. من وقتی همسن تو بودم، همون موقعی که کوچیک بودم، این عمو جان که هست، هر کس به حرفش گوش نمی کرد، به مادرش می گفت. این عمو جان همه رو یه عالمه کتک می زد، انقدر که از حال می رفتن. ولی من از این کارا نمی کنم، پلیسا کاری دیگه ای می کنن. مثلا اگه چیزی ازت بپرسم جواب ندی یا حرف نزنی؟ حالا برسیم به ایستگاه قطار. کی از اونجا بردت؟ بلال بود؟ اونی که سیبیلش اینطوریه؟ کچله؟ یادت اومد؟ یکی دیگه هم پیشش بود. اون کیه؟ بگیر رئیس، برای خودت. ای بابا، چی شد؟ معلومه کسی که ازش محافظت میکنه رو خیلی دوست داره. ما هم چند تا روش داریم. بولن شو، بیا اینجا ببینم. برو گم شو. هم.
به چی نگاه میکنی ها؟ به چی نگاه میکنی؟ بلند شو. بیا اینجا ببینم. بیا. کارت دارم. اشغال. حرف نمیزنی ها؟ حرف نمیزنی ها؟ نه. نظرم بسایی. داد نزن. نزن. حرف بزن. نزن. حرف بزن. حرف بزن پسر. حرف بزن. حرف بزن نارسی. حرف بزن. حرف بزن لعنتی. حرف بزن. حرف بزن. حرف بزن. تو واقعا دوست منی؟ آره. قول میدی؟ قول میدم من تنهات نمیذارم. تو هم آخرش مثل من میشی. دیگه قبول کنه جوید، آخرین فرصت یعنی آخرین پیشگویی. اگه بهشون بگم دیگه هیچ وقت دوستی ندارم. آخرش چیزی که میخواستی شد. یادم بده، یاد بده چطور مثل تو دوست بشم. چی میخوای بدوستی؟ یه بچه. میخوام یه بچه را از زندان در بیارم. چی شده؟ چی کار داری؟ تقدیرمون یکی هست. عرفان واسه فرار کردن بچه با جفتمون بد شد. واسه همین اومدم پیش تو. درست میگی، اما من چی کار کنم؟ کاری از دستم بر نمیاد. بچه حرف زد؟ نه بابا حرف نزد، اما یه نقشه‌ای براش داره. یه نقشه‌ای به ذهنم رسیده. حالا که اینجایی به تو هم میگم. بچه رو فراری بدی. فراری بدی؟ آره. بهش میگیم میخواییم آزادش کنیم تا باور کنه. اون وقت حرف میزنه. بعدش؟ بعد برش میگردونیم. نمیخواییم که دوباره فرار کنم؟ نه بابا همون یه بار بود. خب فقط همین خواستم اینو بگم. ممنون. یادت نره هستم. بین خودمون ها. باشه بابا. ممنونم. رفیق عزیزم. آدمی زاد. صبر کن. به زودی میام پیشت باشه. به حرف پلیس گوش نمیدم. میام پیشت. داداش پیدا کردم. چی رو پیدا کردی؟ اینکه بچه چطور حرف بزنه. فهمیدم چطور ازش حرف میکشی. موسیقی
بله. بازم جوید؟ باشه بیاد. هی، اون بچه هرم بفرست تو اتاقم. باشه. یعنی میگی فراریش بدیم تا باور کنه، ها؟ راستم میگی. آفرین به اون عقل ناقصت حسن. بالاخره یه فکر خوب کردی. آره داشتم. حالا چطور به ذهنت زد؟ خب چه بدونم، داشتم فکر میکنم واسه داشتن فانم چی کار میتونم بکنم، چطور میتونم اشتباهی صحبت تلافی کنم؟ یه هو پیداشم. آره به خود عقل منم یه وقتی خوب کار میکنه، مگه نه؟ خب اگه بچه حرف بزنه چی؟ بعدش باز بیندازمش زندون. آره. حالا ولی عقل ناقصت یه چیزی رو جا انداخته، اونم منم. من کسی که از جنس من دزدیده باشه رو زنده میذارم؟ اما هنو بچه هست. نه، وکیل اینجور موقع یه چیزی میگه. دقیقا. دیگه نمیخوام ریختشو ببینم. یه عالمه کتک خوردم، ما یه کلمه هم حرف نزد. بذار منم یه امتحانی بکنم. خیلی طولش نمیدم. بچه رو داغون کردی. غریب گوش کن. بهت میگن آزادت میکنن. اومدی منو ببری بیرون؟ آره. مگه قول ندادم؟ مگه نگفتم تنهات نمیذارم؟ حالا گوش کن. میگن آزادت میکنن. حرف میزنی و بعد میگی میخوای بری دستشویی. چی بگم؟ دوباره ازت میپرسن که کی فرارید داده. تو هم بهشون میگی. الو رئیس، یافتم. فهمیدم چطور بچه رو به حرف بیاریمش. گوش کن. فری، خوب نقشه ای کشیدی. خب نقشت واسه فراری دادن بچه خیلی خوبه. از من چه کمکی میخوای؟ سلا شب خوش. من اجویتم، پسر نعیم درد سرساز. منتظرم بودی. دیگه کارت شناسایی